گذروندم و بعد دبیرستان هم من رو بردن به دبیرستان دکتر محسن هنربخش ثبت نام کردن توی خیابون ولی عصر الان پهلوی درست کوچه جنوب سینما رادیو سیتی قبلا که الان نمیدونم چه تعطیل ساز اول این را تعطیل هست. اونجا یه کوچه ای هست که وصل میکنه به رودسر ولی عصر رو مدرسه دبیرستان دکتر محسن هنربخش که اونجا تحصیلات در حقیقت دبیرستانی من شروع شد و هیچ فعالیتی تو این سالها من نمی کردم و اصلا امکانشو نداشتم و اصلا ذهنم نمی رفت که یه چیزایی خانواده من مثلا من هیچ راهنمایی در زمینه که تو می خواهی چی دوست داری؟ نه ما همین چیز طبق عادت تو طبق این که خب خدا داره بزرگ میکنیم و بزرگ میشه و اگر یک نونی به ما بدن و که ما بزرگ بشیم و لباسی و کفشی بخرن و بعد مدرسه ای بریم که یک انگار که برنامه ریزی کلی همه جامعه بود اصلا به بالا و پایین اصلا کار نداشتیم یک اصل بود که همه باید یه مراحلی مثل سربازی طی کنن. متاسفانه دوران دبیرستان من با درس نخوندن من چون اصلا من هیچ علاقه ای نه به شیمی نه به جبر نه به مثلثات نه به هیچ کدوم از اینا از علاقه ای نداشتم از هیچ وقت و بیشتر میگم بیشتر به چیزهای ادبیات اینها و علاقه داشتم من تا مشوقی وجود نداشت که بدونم وقتی من اینقدر علاقه دارم به خوندن حتی مثلا تو یک روزنامه مجله پیدا می‌کردم پاورقیاش اول می‌خوندم. آره ما رو سینما هم که بغلمون بود و معمولا یه گریزی می‌زدیم با بچه‌ها می‌رفتیم سینما فیلم‌های مختلف سینما امپایر الان استقلال نزدیک بود می‌رفتیم سینما یه فیلم می‌دیدیم برمیگشتیم می‌اومدیم. متأسفانه خب من دوران دبیرستانم خیلی به سختی گذشت، یعنی مثلا اون موقع که مثلا اول دبیرستان رو دو سال با تجدیدی، یعنی من تابستون ها هم میخوندم و به زور در حقیقت قبول شدم. سال دوم دبیرستان هم باز با هشت تا تجدیدی فکر میکنم که فیزیک، شیمی، ریاضی از این چیزها و گذروندم. رفتم کلاس سوم دبیرستان که دبیرستانمون تغییر کرد محلش، اومد به خیابون انقلاب، اون موقع خیابون شاهرضا بود ظاهرا، آره شاهرضا بود. به هر حال سال اول سوم دبیرستان متوسط رد شدم، سال دوم رو تجربه بودم رد شدم و منو از روزانه اخراج کردم و من رفتم شبانه ثبت نام کردم. برنامه‌ای نداشتم، پدر مادرم هم فقط گفتن که چرا درس نمیخونی و دوباره کجا میتونیم ثبت نام کنیم. سوم دبیرستان رو شبانه خوندم و دوباره چهارم دبیرستان برگشتم به روزانه. چهارم دبیرستان رو با تجدید قبول شدم و چه رشته‌ای؟ اون موقع رشته طبیعی میخوندم، طبیعی بود، ریاضی بود و ادبی. چرا ادبی نرفتی؟ نمیدونم، چون مثلا هیچ فکر نکردم کسی اصلا به این ذهنش نیفتاد که مثلا اگه من ادبیات دوست دارم چرا، کسی اصلا به من خود من اطلاع نداشتم، مثلا نمیدونستم که خب ادبیات بخونم. اون موقع به نظر میشه که کسر شأن ادبی بخونی، یعنی بی سواد، یعنی طبیعی بخونی دکتر شی یا ریاضی بخونی مهندس اینطوری. کلاس پنجم دبیرستان سال اول رو رد شدم، سال دوم رو دوباره تجدید بودم رد شدم و باز دوباره من بیرون کردن از روزانه و رفتم شبانه ثبت نام کردم یه دبیرستانی توی خیابون بهارستان. اونجا دوباره خوندم و قبول شدم، دوباره ششم اومدم به دبیرستان. متأسفانه دیگه خونمون از اونجا منتقل شده بود به خیابون جهان آرای فهدی، از سال حدود فکر کنم 44 اینها بود که اومدیم اینجا دبیرستان دکتر کاظم‌زاده ایران شهر. انقدر بچه‌هاش درس نخون بودن که بهش میگفتن دانشگاه ایران شهر، دانشگاه کاظم‌زاده ایران شهر. و اون سال من ششم دبیرستان رو برای اولین بار بدون تجدید قبول شدم و برای من ببینید دبیرستان چی بود، بعضیش برای من دست دادن که با نمره 10 قبول شدم، 10 ممیز 1 سلوم. سال 52 بود، ببینید 11 سال طول کشید
دبیرستانم در واقع 6 سال طول می‌کشید. 17 18 سال من شب و روز و تابستون و زمستون درس خوندم. سال من دانشگاه رشته جغرافی قبول شدم، چون میگم اصلا نمیدونستم چی میخوام، نه پدر مادر من در پی بودن که من چی میخوام، به خصوص که بچه‌ها دیگه اضافه شده بودن، کلی مشکلات هر کدوم داشتن که بایستی زندگی میکردیم و اینها. نه چی شد نرفتم دانشگاه تهران قبول شدم جغرافی، اصلا نمیفهمدم چرا باید جغرافی قبول شده باشم. اصلا بالاخره تصمیم گرفتم اون چیزی که دوست دارم ادبیات بخونم، که این کالج مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی که دکتر حکمت بود رئیسش، امتحان دادم اونجا و قبول شدم. و فقط چون این موقع خصوصی بود ما مونده بودیم چه کار کنیم، که همون سال گفتن دیگه خصوصی نیست، شما میتونید بیایید، فقط باید امضا بدید که بعدش به مدت تحصیلتون اونجا در حقیقت کار بکنید. که خب من خیلی خوشحال پولی هم که برده بودیم بهتر بودم جمع کرده بودم برای ثبت نام. من یادم میاد که بردم پس دادم بهشون، گفتم که دیگه پول نگرفتم برای ثبت نام دانشگاه. من در طول این دوران 11 سال که دوران دبیرستان بود در تمام تابستون‌ها برها درس می‌خوندم، ولی چون مدرسه نداشتم انواع اقسام کارها رو تجربه کردم ببینم چی دوست دارم چی کار باید بکنم. فرض کنید روزنامه فروختم، سیم کشی کردم، لوله کشی رفتم، ولی که اصلا یعنی یک نیم اپسیلون استعداد در هیچ کدومش نداشتم. یه نقطه عطفی داشتم که دوران دبیرستان که بودم سال ششم، یعنی سال 52، یک روزی یک دبیری داشتیم به اسم آقای جاهد که دبیر ادبیات بود. هم صحبت چی بود که خب ما شلوغ میکردیم و اینها، که گفت که کی دوست داره بریم نمایش تئاتر ببینیم. خب یه تعدادی از بچه‌ها اصلا ما که نمیدونستیم تئاتر چی هست، به خاطر اینکه خب با دبیرمون باشیم و بستر، این یک حسیه که معمولا بچه‌ها خیلی دلشون میخواد خودشون رو با دبیر نزدیک ببینن و اینها. یه تعدادی از بچه‌ها گفتن ما میاییم و اینها، و قراری گذاشتش که ما رو ببره نمایش ببینیم. و یک روزی ولی نمیدونم جمعه بود که چه روزی بود، رفتیم جلوی مدرسه دبیرستان کاظم‌زاده ایران شهر و اونجا با آقای جاهد رفتیم، ما رو برد کارگاه نمایش. اولین نمایشی که اونجا دیدم به اسم معلم من پای من، نوشته پیتر هانتکه بود که آقای آربی آوانسیان کارگردانی کرده بود. تا اونجا که یادم میاد آقای پرویز پورحسینی بازی میکرد، فکر میکنم آقای سیاوش طهرمرسم بود و یه خانمی که نمیدونم کی. یادم میاد که علی‌رغم خوب شیطنت های بچه هایی که با هم بودیم و ولی اصلا احساس کردم که نمیتونم نگاه نکنم، یعنی مثل بقیه بچه ها که نشسته بودن باشون شوخی بکنم یا سر به سر بذاریم یا بخندیم. یا دیدم هم آقای جاهد و هم من دو نفری خیلی محو نمایشیم. برای من خیلی جذاب بود، گرچه خب به حال نوشته پیتر هانتکه که کار ساده‌ای نیست، یعنی یه کاریه که خب کارگردانی آقای آرته آنسیان خیلی تأثیر عجیبی در من گذاشته بود و من همینطور تو ذهنم بود و به نظرم رسید که این همه شغل‌های مختلفی رو که حتی عکاسی کردم، تمام اینها رو من فکر کنم یه جوری شد که به نظرم رسید که من اصلا کارم رو صحنه است، یعنی اونجا احساس میکنم که اونجا میتونم نفس بکشم، اونجا میتونم خودم باشم، اونجا میتونم راحت باشم. این حس رو من اون نمایش واقعا به من داد. این حس عجیبی بود که میگم با شیطنت یه شما آدم مثلا 17-18 ساله مثلا خیلی سخته تمرکز دادن بهش به یک نمایش، اونم نمایش که به اصطلاح نشاده. نه به حال این باعث شد که من همش توی ذهنم نمایش پیتر هانتکه معلم من پای من و کارگردانی آوانسیون و کارگاه نمایش همینطور ذهن منو
توش بود، همینطوری بهش فکر میکردم گاهی اوقات. افس گفتم خیلی دلم میخواد اینجا کار کنم، روی صحنه کار کنم. یعنی به نظر میاد بازیگری بهترین شغل دنیاست، شاید برای من بهترین شغل دنیا. این بود که همینطور تو ذهنم بود. و از قضا یک اتفاق جالب، من دیگه خودم میرفتم نمایش اونجا میدیدم دیگه. از جمله نمایشی که اونجا دیدم کار آقای بیژن مفید بود، نمایش جان نثار بود، از کارهای آقای خلج دیدم، قمر در عقرب رو دیدم، گلدون خانم حال چطور مشرقی رو دیدم، خیلی شیفته کار آقای خلج شدم. منتها ذهنیت هم با اون نمایش آقای آربی بود، تا اینکه با گروه آقای نمایش آقای باریپال آشنا شدم. امشب شب مهتابه رو دیدم از ایشون و به نظر رسید که بین اینها من اون نوع کار رو دوست دارم، یعنی اون شکل رو. خیلی لذت میبرم از کاری خلج، لذت میبرم از کاری آقای اورنسون، فوق‌العاده لذت میبرم، ولی اون منو خیلی جذب میکرد، خیلی خیلی برای من جذاب بود. که بعد نمایش چرخ و فلک آرتور شنیستر رو کار کرد آقای بانیپول، پیرسر و نسلی تئاتر شک، اون رو رفتم دیدم. دیگه تقریبا به نجستم که اصلا کار من تئاتره، باید برم این کار رو انجام بدم و بازی بکنم. اون سال اول رفتم دانشکده و میخواستم ادبیات بخونم و این چیزها. بعد فهمیدم نه، اصلا مسئله ادب، من مسئله ادبیات هم نیست. همون سال 53 بود که عجیبه که یه اتفاقی یک روزنامه ای رو داشتم بلق میزدم، دیدم یک آگهی کوچولو هست که کارگاه نمایش یه اطلاعیه کوچیک داده. گروه بازیگران شهر که گروه آقای آربی آوانسیان بود، به نظرش میرسه که دیگه دوران تجربهش تموم شده، بس دیگه، و میخواد بره. چون تازه شهر سالونش تازه افتتاح شده بود و چهار سو اصلا قرار بود که آربی آوانسیان تو اونجا کار بکنه، طبق برنامه ریزیشون، و میخواد از کارگاه نمایش بره. در نتیجه میخواد یک دوره در حقیقت اون تجربیاتش رو به اونایی که علاقه مندن منتقل بکنه. که من رفتم کارگاه نمایش برای ثبت نام، گفتن 4 تا گروه 15 نفری همه انتخاب شدن، دیگه جایی نداریم، ما 15 نفر از تقسیمش بوده که 4 تا گروه 15 نفره باشه. یک روز در میون، یک گروه صبح، یک گروه بعد از ظهر، و 60 نفر انتخاب شدن. نمیدونم چی بود که من نشستم در کارگاه نمایش، گفتم نه یکی اینا بشه 16 تا، هیچ اشکالی پیش نمیاد. نشستم تو جلوی در مولی، هر کی می‌خواست بشه من بلند می‌شدم، رد می‌شدم، می‌نشستم دوباره دم در. همه مزاحم همه شده بودم که می‌خواستم بیان برن. خلاصه این صحبت‌ها هی رفت و یکی وایساده دم در نمی‌زده و اینها، هی اومدن صحبت کردن که آقا جون دیشب اینجا از شهرستان اومدن ثبت نام کردن خوابیدن تو این کوچه. شما هم گفتم آقا من تازه دیدم. و حال نمی‌دونم چی شد که آقای نلبندیان صدا کرد منو و یه کمی با من یه صحبت‌های کوچولویی کرد و بعد گفت خیلی خوب یه گروهی 16 نفر بشن. ما شدیم یکی از گروه ها 16 نفره شدیم، که تو گروهی که من بودم آقای خمسه بود، خانم آزیتا حاجیان بود، یا آقای به اسم اکبر یادگاری بود که الان آلمان هستش، تئاتر کار میکرد برای بهتر در تجربه، قبلا کار تئاتر میکردن این آقای یادگاری، بهای تعدادی آقای مرتضی زرابی بود، نقطه عطفی بود که من به زور خودم رو وارد اونجایی کردم که دوست داشتم، دیگه میخواست کار کنم. و این نقطه عطف من بود که خود این باعث بود که من دیگه رشته تحصیلیم رو در دانشگاه هم دیگه نتونم درست ادامه بدم، چون ساعتهای تمرین میرفتم. خب قاعدتا باز هم معدل من به شدت با حدود 10 و 6 سال طول کشید به جای 4 سال دوره دانشگاه من ادبیات رو، و به زور من یک دوره ورق لیسانس دادن، یعنی تا بعد از انقلاب طول کشید. اینقدر که گفتم یادم افتاد که من سن 18 ساله که بودم، سال 1348، پدرم خیلی علاقه داشت مثل بقیه بچه‌ها برم گواهینامه بگیرم، نمیدونم چی، رفتیم ثبت نام کردیم، برای من ماشین میگرفت که برم تمرین کنم، و تو سوار ماشین میشدیم، یادم میگم رفتیم جایی که طرفای بالای میدون و نکو اینا، تو اینا در مورد بود، من پول تمرین بابایی که داده بود برای تمرین ماشین دیگه هم داشتیم، با این راننده میرفتیم توت چیدیم بخوردیم مثلا. قاعدتا اینطوری طول کشید و من سال 63 گواهی نامه گرفتم، یعنی از 48 تا 63، یعنی
بازم یه چیزی مثل دوره دبیرستان و تحصیلات من شد. خیلی استعدادم فوق العاده است چیزا